یواش یواش رو شد، جلسات انعکاس خارجی پیدا کرد و بالاخره خواهناخواه به گوش ساواک هم رسید. چند بار مورد تهاجم قرار گرفت و بالاخره کتابخانه تعدادی از مسئولینش دستگیر شدند و برای یه مدت کوتاهی ناگزیر شدیم که کتابخانه را به حالت تعطیل نگه داریم. و در همین ایام بود که محل کتابخانه هم مشکل پیدا کرد و چون مشترک بود با صندوق ذخیره جاوید، صندوق قرض الحسنه مسجد، محل پله ها و عبورشون یکی بود. دوستان انتظار داشتن که ما این مسائل را یه مقدار دور از صندوق نگه داریم که برای صندوق مشکل ایجاد نکنه، چون یکی دو باری که حمله مسلحانه شد به این محل کتابخانه، بالاخره طبقه پایین صندوق بود و کاملا صندوق هم آسیب پذیر بود. البته به صندوق صدمه ای وارد نیومد، اما دوستان یه مقدار دلهوره و نگرانی داشتن، لذا ما مجبور شدیم محل کتابخانه رو عوض بکنیم و کشید تا سالهای 56 57 و پیروزی انقلاب. و بعد من نکته‌ای که در اینجا باید عرض بکنم این بود که به خاطر باز بودن این تشکیلاتی که ما ایجاد کرده بودیم، بعد از پیروزی انقلاب، همون ماه‌های اولیه مثلا سال 1358، اواخر 57 و اوائل 58، ما متوجه شدیم که گروهک ها رخ نکردند. یعنی ما تصورمون این بود که این سازماندهی که ما کردیم در اختیار نهضت هست و واقعا هم در اختیار نهضت بود، اما اونها نهضت را یک نقطه مشترک برای حرکت می دانستند، نه باور و اعتقاد داشتند. متوجه شدیم که تقریبا از همه گروه ها رخنه کردند، بلخص منافقین، اقلیت، اکثریت و تعداد امتی ها. و بالاخره مدتی اونجا لانه ای بود برای اینا. ما ابتدا به نظرمون رسید اوایل انقلاب بود، خودمونم سرگرم مسائل انقلاب بود، مخصوصا این کمیته های انقلاب هم که تشکیل شده بود که داستانش خواهم عرض کرد، سرگرم این مسائل بودیم. یه چند ماهی اصلا غافل بودیم از مسائل فرهنگی مسجد و این کانون ارشاد اسلامی که تأسیس کرده بودیم. متوجه شدیم که واقعا آلوده شده و فعالیت تقریبا سه گروه یا سه گروهک منافقین و امتی ها و اکثریت اصلا در جنوب مرکز فعالیتشون همین کانونی است که ما ایجاد کردیم. ابتدا خیلی با فکر ساده ای ما به میدون اومدیم، سعی کردیم اینها را ارشاد بکنیم، نماینده های اینها را جمع کردیم و باشون صحبت کردیم. نه، صحبت فایده ای نداره، یعنی ما باید بینشینیم با اینها یک کار فرهنگی و ایدئولوژیکی دراز مدت انجام بدیم که در اون شرایط هم اصلا استدلال و برهان و اینا برای اینها مسموع و قانع کننده نبود. مرحله دومی را که ما انتخاب کردیم، گفتیم شما باید در قدر مشترک ها کار کنید. یعنی قدر مشترک بین همه گروه ها عبارت از مسائل نهضت، مسائل انقلاب. انقلاب پیروز شده، الان نظام و انقلاب مسائلی داره که مشترک بین همه است. هم مذهبی هایی که پایبند به نهضت امام هستند، هم منافقین، اون زمان خب مجاهدین خلق گفته می شدند، و سازمان های دیگر مسئله مشترکشون مسائل انقلاب و نظامه، مثل راهپیمایی ها، مثل تظاهرات، مثل مسائل دیگر که معمولا اینا هم شرکت میکردند. منتها وقتی شرکت میکردند اینا برای خودشون گروه تشکیل میدادند، یعنی پرچم خاصی داشتند،
و شعارهای خاصی داشتن برای خودشون. یادم هست یک بار سازماندهی میکردیم، دقیقا یادم نیست که به چه مناسبتی بود، ولی یک راهپیمایی عمومی بود در تهران بعد از پیروزی انقلاب یا در آستانه پیروزی انقلاب، دقیقا یادم نیست، اوائل انقلاب بود یا دیگه در آستانه پیروزی انقلاب بود، یعنی راهپیمایی های بهمن ماه. خاطرم هست که ما سازماندهی میکردیم و عده زیادی جمع شده بودن، ما داشتیم بازوبند میدادیم به اینا که مسئول انتظامات راهپیمایی باید باشند. خانقا بچه های کتابخونه اومدند و ما موافقت کردیم که بازوبند رو بدیم به اینا، اینها کنترل چی را به دست بگیرن. یک مرتبه مواجه شدیم با اعتراض شدید مردم و حتی تا اونجا که تهدید کردن، گفتن اگر انتظامات دست اینا باشه ما شرکت نمی کنیم. این کیه، این کیه، این کیه، یک یکی ما دیدیم اصلا همه رو میشناسن اینا، اصلا لو رفته و همه چی برای اینها مکشوفه. مجبور شدیم طرفین رو قانع بکنیم بالاخره به یه حد وسطی، و دو سه نفر که معتدل بودن از اونها انتخاب شد، بقیه دیگه از خود مردم عادی انتخاب شدن. برای انتظامات دیگه جلسه هم به هم نخورد و اون راهپیمایی هم به خوبی برگزار شد. در هر حال این پیشنهاد دوم ما هم عملی نشد، گفتیم شما بیایید در مشترکات کار بکنید اما مسائل گروهی خودتون رو کنار بگذارید. بالاخره در یک سلسله مسائلی اکثریت با منافقین یا پیکار با منافقین، بالاخره مخالفت با همدیگر اختلاف نظر دارید، شما بیایید مشترکات بارت مسائل انقلاب و نظامه، بقیه مسائل اختصاصی هر کدوم از شما هاست، اینا رو کنار بگذارید. بالاخره نتیجه بخش نشد، ما در کتابخانه را بستیم، در کتابخانه را بستیم برای مدت کوتاهی تا این تشکل اینها را به هم بزنیم، بعد تشکیلات جدیدی را از نو ایجاد بکنیم. خوشبختانه این دقیقا همزمان بود با گرایش جوانها به دانشگاه، دقیقا اون زمان بود که یه بهانه بود، چون کتابخانه که بسته شد خود به خود اینا تمام جذب شدن به دانشگاه، و اون زمان هم زمانی بود که رجوی در دانشگاه سری سخنرانی هایی داشت، و خب ما اینجا احساس نوعی خسارت هم کردیم که جوان ها را بعد از اینکه دو تا پیشنهاد را ما دادیم هیچ کدوم نتیجه نداد از دست دادیم. البته اینها تعدادی متفرق شدند، تعدادی هم به گروهک های خودشون پیوستند، و بعدها هم روشن شد که از اعضای فعال این گروه ها بودن. ما نمیدونستیم، ما به صورت عادی به اینها نگاه میکردیم، در صورتی که از افراد خیلی فعال بودن اینها. بعضی هاشون هم اعدام شدند، بعضی هاشون هم بیش از 10 سال زندان کشیدند. خدمتتون عرض کنم که بعضی از اینها بله دیگه بیش از 10 سال زندانی کشیدن، عده‌ای از اینها جزء فراری ها و از کشور خارج شدن، الان هم با گروهک های خارج کشور همکاری میکنن. در هر حال بعد از یک مدت کوتاهی ما دو مرتبه سازماندهی مجددی کردیم، باقی مونده نیروها که نیروهای خالص بودن، نیروهای به اصطلاح در خط انقلاب اسلامی و امام بودن، اینها را سازماندهی کردیم و راهشون را ادامه دادند. در ماجرای که مسجد لورزاده از این نظر فعال شده بود که گروه های جوان های انقلابی را جذب کرده بود، ما یه سلسله مسائل جانبی هم در این زمینه داشتیم که بالاخره با صبر و حوصله از کنارش ما گذشتیم، که من به یک موردش اشاره میکنم. مرحوم عاشق قاسم اسلامی از منبری ها و روحانیونی بود که خب سابقه خدمت هم زیاد داشت و از نظر منبر
منبر و سخنرانی گیرایی داشت، مورد علاقه تعدادی از مردم در تهران بود، منتها به دلایلی کشونده شد به همون نقطه‌ای که ساواک دوست داشت. من نسبتی به مرحوم عاشق قاسم اسلامی نمیدم، هیچ نسبتی نمیدم، اما این رو میتونم شهادت بدم که ایشون حالا به هر دلیلی بود به راهی افتاده بود که ساواک دوست داشت که اکثر منبری ها به اون راه باشند، یعنی منبرها اختصاص داده بشه به مسئله تشیع و تسنن و خطری که مملکت رو تهدید میکنه، خطر وهابیت و خطر تسنن و مسئله ولایت در مخاطره قرار گرفته و روحانیون باید مسئله ولایت را در شرایط زمانی فعلی به عنوان اولین مسئله شون تلقی بکنن و ازش دفاع بکنن. شون افتاده بود به این وادی، منبرهاشون از اول تا آخر در این زمینه های بود. خب خواهناخای تخیلاتی هم براشون وجود می آمد، کی مخالفه کی موافقه، و گاهگاهی حرفها، اظهارات، تفسیرهای مالایرزا صاحبه می شد، تفسیرهای نابجایی می شد، افراد متهم می شدند. آقای عاشق قاسم اسلامی کشونده شد به این تیمی که ما ایجاد کرده بودیم و این سازماندهی که ما داده بودیم، اینها را ایشون متهم کردن به وهابیت و خانه‌ها در بعضی از مجالس اسمی هم از ما بردن که ایشون هم اینها را حمایت زیر پوشش گرفته، حمایت میکنه. ما تعجب میکنیم چرا چنین تحریکاتی بر علیه ما و مسجد لرزاده که چرا باید چنین باشه در کشور امام زمان و کشور امیرالمومنین. ما دو راه در پیش رو داشتیم، یکی این که ما هم متقابلا دست به توجیه بزنیم و مردم رو روشن بکنیم، بگیم که مسئله این نیست و اصولا مسئله اول ما الان مسئله امیرالمؤمنین و مسئله ولایت و مسئله تشیع نیست، اصلا تشیع در این کشور در مخاطره نیست. ما سابقه تاریخی داریم که تسنن و وهابیت در این کشور نمیتونه پا بگیره، اگر هم در گوشه و کناری صداهایی به گوش شنیده میشه عاملش ساواک است. اصلا ساواک این مسئله را به صورت یه مسئله روز خلق و ساعه ایجاد کرده برای سرگرم کردن و آز، لکن این یک سر یک رشته بود که سر دراز داشت و معلومم نبود که به جایی برسه. تازه ما موفق می شدیم همه این حرفا رو بزنیم یا نمی تونستیم موفق بشیم، لذا ما راه دوم رو انتخاب کردیم که راه سکوته. اصلا عکس العملی نشون ندادیم. ایشون چند بار منبرهای خیلی تندی در حول و حوش ما در جنوب تهران، منبرهای خیلی حاد و پر جمعیت و تحریک‌آمیزی، ولی وقتی متقابلا عکس العملی نشون داده نشد، یواش یواش خود ایشون هم خدمتتون عرض کنم که آرام شدند و مسئله خاتمه پیدا کرد. البته من دقیقا الان یادم نیست پیغامی برای ایشون فرستادم یا نه، اگرم پیغامی فرستاده باشم یه پیغام کاملا ملایمی بود. مثلا احتمالا من این پیام رو فرستادم برایشون، الان دقیقا یادم نیست، که شما اگر خیلی ناراحتید من کلید این مرکز و این کانون و این کتابخانه کلید اینجا رو بفرستم خدمت جناب عالی، هر کسی را که مورد اطمینانتون هست بدید در اختیار او. یه مماشات به تمام معنا که طرف را اسکات کنه، صرفا برای اسکات طرف که این دامنه تبلیغات بر علیه، چون مسئله اون زمان مسئله شخص بنده یا مسئله فرض کنید یه مسجد و اینا نبود، مسئله یه حرکت بود، اونم یه حرکتی که در جنوب تهران نمیگم منحصر به فرد ولی به اون شکلش بالاخره خیلی نادر بود و این ضربه اگر متوجه این حرکت میشد خسارت جبران ناپذیر رو به دنبال داشت و بالاخره ما موفق شدیم با همین صبر و سکوت و گریز ایشون رو خاموش بکنیم، لااقل به ما و به این مسائل نپرداختن، رفتن با سراغ مسائلی که داشتند و یک سلسله دشمنان خیالی که تشیع را در مملکت به خطر انداختند و
و کشور امام زمان را میخوان تعویل مثلا سعودی ها بدن که چه چیزی